معمولا افرادی که تازه وارد حرفه سخنرانی میشن یه سری سوالات و ابهاماتی در ذهنشون ایجاد میشه که این سوالات میتونه یه ذره آزار دهنده باشه مثلا سخنرانی خودمون رو چطور شروع کنیم یعنی از کجا شروع کنیم به کجا برسیم و چطور تمومش بکنیم یا اینکه جلب توجهمون به چه صورتی باشه که مخاطب ما ارتباط خوبی با ما بگیره و حواسش به جاهای دیگه پرت نشه و یه شروع خوب به چه صورتی هستش سلام من میسم مقدم هستم یکی از مربیان مجموعه بیشتر از یک نفر و نویسنده کتاب سخنران شو. توی این ویدیو میخوام در رابطه با سه قسمت اصلی سخنرانی براتون توضیح بدم یه سوال میخوام ازتون بپرسم آیا به نظر شما سخنرانی دارای ساختار هستش؟ منظورم اینه که مثل بقیه مهارت ها باید بر اساس یک الگوی خاصی ما جلو بریم تا به نتیجه خوبی برسیم؟ بله جواب این سوال مثبته. سخنرانی هم مثل بقیه مهارت ها از یه ساختارهای پشت سر هم تشکیل شده و میخوام دقیقا در رابطه با همین ساختارها صحبت کنم توی این ویدیو سه تا از این ساختارها رو میخوام براتون توضیح بدم ساختار اول یخشکنی یعنی شما در ابتدای صحبتتون و سخنرانیتون حتما باید یه کارایی انجام بدید که مخاطب شما ارتباط بهتری باتون بگیره در اصطلاح بهش میگن یخ شکنی به طور مثال شما میتونید از همون ابتدای صحبتتون یا سخنرانیتون یک سوال جانانه از مخاطبتون بپرسید و فکر و ذهن مخاطبتون رو ببرید به سمت حل اون سوال و اینطوری ارتباط شما با مخاطب بیشتر میشه مورد بعدی میتونه یک ابزار باشه اکثر سخنرانهای های حرفی از یک وسیله یا یه ابزار برای سخنرانیشون استفاده میکنن که قرابت نزدیکی با محتوای سخنرانی و صحبتشون داره و یا اینکه شما میتونید از داستان استفاده کنید میتونید داستان شخصی زندگی خودتون و یا یک فرد معروف و شناخته شده رو بگید اینها عواملی هستن که شما میتونید در یخشکنی ازشون استفاده کنید میرسیم به دومی قسمت و قسمت اصلی سخنرانیمون در واقع میخوایم در رابطه با بدنه سخنرانی صحبت کنیم همونطور که در این تصویر میبینید یه ساختمون برای اینکه بخواد ساخته باشه حتما باید اسکلت بندی خوبی داشته باشه بدنه سخنرانی شما هم دقیقا همون اسکلت سخنرانی شما هستش که 70-80 درصد از ماجرای صحبت شما توی بدنه سخنرانی رخ میده و مورد سوم جنبندی در سخنرانیه جمبندی یعنی همون صحبتهایی که در بدنه سخنرانی رو انجام دادید خیلی جمع و جور در کنار هم قرار میدید و دوباره در اختیار مخاطبتون قرار میدید مثلا این شکلی من اومدم الان توی این ویدیو براتون در رابطه با سه قسمت سخنرانی صحبت کردم یخشکنی مرحله دوم بدنه سخنرانی و مرحله سوم جمعبندی به این میگن جمبندی خیلی راحت و ساده و میرسیم به بخش سوم از این موضوع جمبندی در واقع جنبندی همون مواردی است که در بدنه سخنرانی گفته شده اما خیلی خلاصه و چکیده باید اینها را در کنار هم قرار بدیم و به مخاطبمون بدیم یه سوال ازتون میپرسم توجه کردید من تو همین ویدیو این سه تا مورد رو کاملا رعایت کردم یعنی اگر شما ویدیو رو به ابتدا بزنید و از اول نگاه کنید متوجه میشید که من با بیان چند تا سوال از شما یخشکنی کردم توی مرحله دوم اومدم در رابطه با بدنه سخنرانی صحبت کردم و تو مرحله سوم که دقیقا همین مرحله هستش اومدم همه این موارد رو جنبندی دارم میکنم یخشکنی، بدنه سخنرانی و جنبندی